عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیهنان عزیز ارجمندم. خوزستان در این روزها دوره خفگی رو داره تجربه میکنه. مردم عاصی شدن در شهرهای مختلف در تمام خوزستان، یعنی منطقه انشان، استان انشان، استانی که کوروش در دامان خودش پرورده و طی این 2500 سال یکی از مناطق آباد خاورمیانه بوده، منطقه بسیار ثروتمند. اما کار به جایی رسیده که امروز هر خانواده‌ای در شهرهای مختلف خوزستان در این فکری که چطور از این شهر کوچ کنه و بره. یعنی ما عملا داریم به آستانه انهدام طبیعت خوزستان نزدیک میشیم. غلظت ریزگردها اعلام کردن که باید 150 میلی گرم باشه در هر متر مکعب، در حالی که بالای 7000 میلی گرم. 150 میلی گرم کجا؟ 7000 میلی گرم کجا؟ همینانم متاسفانه اراده ای هم وجود نداره برای اینکه کسی به داد این منطقه ای برسونه که تقریبا تمامی ایران بهش مدیونه. گاف صندوق سرزمین، گاف صندوق طبیعت و منابع سرزمین ما خوزستان بوده، نقش مهمی داشته در شکل دادن به مدنیت در این مملکت و در این سرزمین و بعدها در بسیاری از کشورهایی که زیر چتر امپراتوری هخامنشی بودند. آقای سام خسروی فرد عزیز با ما هستن، کارشناس محیط زیست. درود بر شما آقای خسروی فرد عزیز. وقت بخیر میگم آقای میمودی، به شما و همکارانتون در تلویزیون ایران فردا و همه کسانی که صدای ما رو میشنون و یا تصویر ما رو میبینن. این علامت انهدام دیگه، یعنی علامت انهدام طبیعته. در شروع شده دیگه، به هر حال از مدت ها پیش زنگ خطر به صدا در اومد، الان دیگه در واقع از حد گذشته و به راحتی هم الان دیگه نمیشه مشکل رو حل کرد. موانع زیادی داره، پیچیدگی های زیادی داره. یکی از کارهایی که شاید میشه کرد اینه که انعطاف پذیری و انطباق با شرایط موجود رو هر چه سریعتر به هر حال در دستور کار قرار بدن و بعد شاید که بشه کارهایی کرد. البته میدونید سازمان‌های بین‌المللی هم نسبت به ماجرا اظهار نارضایتی کردن، اظهار نگرانی کردن. کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، در واقع مرکز کمیسیون، مرکزی داره در همین ارتباط و در ایران، در تهران در واقع 11 بهمن نشستی داشتن و به نتایجی رسیدن در اون نشست و مسائلی رو مطرح کردن، از جمله اینکه بتونن در زمینهای رها شده کشاورزی فکری بکنن در ارتباط با ریزگردها. مسئله مربوط به آب و سازمان ملل هم اظهار کرده که حاضر هستش که به ایران در این زمینه هر کمکی از دستش برمیاد رو انجام میده، ولی با شرایط امروز ایران و با کمال تأسف اون اخبار بسیار متأثر کننده ای که داریم میشنویم چپ و راست که فعالان محیط زیست رو گرفتن به جرم یا به اتهام، به کلمه درستش به اتهام جاسوسی، یک سری رو دستگیر کردن و یک استاد دانشگاه فوت کرد در داخل زندان با کمال تأسف و واقعا تأثر. من فکر نمی کنم که اصلا حتی رغبتی ایجاد بکنه این اتفاقات در کارشناسان فرنگی، سازمان‌های بین‌المللی که بخوان بیان تو چنین سرزمینی اقدامی انجام بدن، برای اینکه به هر حال و هر لحظه ممکنه که جونشون در خطر بیفته، نه از طریق مخاطرات شغلی بلکه از طریق مسائلی که اصلا قابل پیش بینی نیست و حکومت ممکنه که براشون ایجاد بکنه. جالبه، یعنی محیط زیست هم خط قرمز پیدا کرد، یعنی خط قرمز امنیتی و امنیتی شد و به همین لحاظ شمار زیادی از کسانی که فعال محیط زیست بودن بازداشت شدن و بعد کشتن. یکی از شخصیت‌های برجسته و فعال محیط زیست رو می‌کشن. فکر نمی‌کنم در جای دیگری چنین اتفاقی افتاده، حتی در عقب افتادن کشورهای دنیا. و من نمی‌دونم اینا چه مسیری دارن طی می‌کنن. ندیدم هم واکنشی که نشان دهنده حساسیت دستگاه باشه نسبت به این معضل و این
استیصالی که مردم گرفت. یه گزارش می‌خوندم آقای صاحب خصوص درباره روح و روان بچه‌های مدارس در خوزستان. من اینجا یه موقع آتش‌سوزی شده بود در منطقه‌ای که زندگی می‌کردیم، پالاس فردیس، آسمان تیر و تار شده بود در بعد از ظهری، خورشید رو دیگه نمی‌شد دید، یا خورشید رو می‌دیدیم از اون قرمز سرخ رنگ بود. روی من کاملا عوض شده بود، یعنی یک روز دردناک برای من و برای تمام مردم منطقه. حالا شما فکر کنید که مردمانی در یک استانی مثل استان خوزستان ناچار باشن که بیوقفه در چنین فضای زندگی بکنن و در این در نهایت استیصال بچه‌هاشون رو مدرسه نرن، فرودگاه تعطیل باشن، پروازهای بین المللی و داخلی متوقف بشه، خودروها در جاده ها به هم تصادف بکنن چون دیگه زاویه دیدشون تنگ میشه، و از رفت آمد تریلرها در جاده ها جلوگیری بشه، راهبندان پدید بیاد، مدارس تعطیل بشن، دانشگاه ها تعطیل بشن و همینطور بازارها و کسبه. بفرمایید آقای دکتر. آقای خسروی فردوسی بفرمایید. عرض میکنم من در ارتباط با این مسائل پیش آمده به دلیل اینکه شماری از دستگیر شدگان دوستان خود من بودن، همکاران بودن، من بیشتر الان ناراحت اون موضوع هستم. مسئله مربوط به خوزستان گرچه بزرگتر ابعادش برای از نظر تعداد افرادی که درگیر میشن و سلامتیشون به خطر میفته، همونجور که قبلا هم عرض کردم و جاهای دیگه من اینو اشاره کردم، ریزگردها حامل عوامل رادیواکتیو، بیماریزا و عوامل بیوشیمیایی هستند و میتونه مردم زیادی رو تحت تاثیر قرار بده، حتی از نظر بیماری و بیماری‌های ناشناخته. ولی به دلیل اینکه دوستانم الان در حبس هستند و در شرایطی که هیچ خبری ازشون نیست، من همه فکر و ذکرم پیش این تعداد بچه‌هایی است که واقعا با دل و جون همیشه کار کرد، فعالیت‌های بسیار زیادی داشتن، فعالیت بسیار زیاد مثبتی داشتن در ارتباط با مسائل مربوط به محیط زیست و حیات وحش کشور. و البته خب به هر حال انتقاداتی هم همیشه من داشتم بهشون، یا اونا داشتن، یا به هر حال کسان دیگری نسبت به عمل کرده این گروه انتقادهایی داشتن، ولی انتقادا در حد حرفه‌ای بوده، در حد مسائل کاری بوده، اختلاف نظرهای فنی بوده. هیچ وقت من خاطرم نیست با این دوستان که من در ایران یا شاید بعدتر در تماس اندکی که بودم صحبت می‌کردم، هیچ وقت هیچ صحبتی غیر از مسائل محیط زیست و مسائل حل بحران‌های مربوط به حیات وحش و چگونگی مدیریت حیات وحش، صحبت دیگری اصلا خاطرم نیست به میون اومده باشه. میدان رو متهم کردن به جاسوسی برای بیگانه، خیلی جالب. خیلی آقای سامی خسروی فرد عزیز، استاندار آقای محبی، استاندار سیستان و بلوچستان، خدمت آقای خامنه‌ای بودن به همراه هیئت‌های دیگری، چند چالش اصلی منطقه رو برای ایشون تشریح کرده، از جمله گفته که یکی از مشکلات بزرگ ما کم آبی است. راه حلش هم نشون داده که میشه با برداشت از صندوق توسعه ملی و تأمین دستگاه‌های آبی شیرین‌کن مشکل کم آبی منطقه رو حل کرد. آقای خامنه‌ای هم گفته کار من نیست و کار مسئولان دولتی و خیلی معترض شده بهش، اصلا چون چنین چیزهایی در برابر من مطرح میکنه. مثل که هم یک ارادهی وجود نداره برای حل مشکل، ارادهی وجود نداره، مضاف بر اینکه کسی نمیخواد احساس مسئولیت بکنه و حاضر نیست قبول مسئولیت بکنه. وقتی قبول مسئولیت نمی کنید، خب معلومه که همه چالش ها و بحران ها و مشکلات رو هم تلمبار میشه و این شخص هم حل نمیشه. بله، این البته خب جست قانون مدارانه است که ایشون معتقده که تخصصش نیست و در حوزه اختیاراتش هم نیست، باید این کار رو واگذار کنن به کسانی که در اختیارشون است. من این موضوعی که گفتید، خاطره علم میفتم در ارتباط با اینکه ولیعهد عربستان میخواست بیاد در ایران شکار هوبره با باز شکاری. در خاطراتش دو سه بار این موضوع رو ذکر میکنه، یعنی تکرار میگه که رفتم سراغ اعلیحضرت، حالشون خوب نبود، موضوع رو نگفتم، امروز مثلا سر کیک بودن، سر چنگ بودن، من اینو مطرح کردم که ولیعهد عربستان چنین تقاضایی داره. شاه عصبانی میشه و بعدا میگه مگه مملکت سازمان محیط زیست نداره، چرا به من میگی؟
من هم اگه بخوام برم شکار میرم از سازمان محیط زیست من دارم نقل به مضمون میکنم چون اینه که کلمات کتاب نیست ولی فهوای اصلی داستان هم. حالا آقای خامنه ای هم کم و بیش داره همون نقش رو بازی میکنه، همون کار رو داره میکنه، غافل از این که به هر حال در زمینه های دیگه ایشون دخالت مستقیم میکنه. در زمینه ریزگردها ایشون اتفاقا به طور مستقیم دستور داد که اون 150 میلیون دلار تخصیص پیدا بکنه که مجلس صحبت کرده بود که میخوایم حذف. ولی در یک زمینه هایی هم از این جست های این تیپی خب به هر حال گرفته میشه. واقعیتش اینه که شما به آبشیرین کن ها اشاره کردید، مسئله آبشیرین کن ها به طور جدی نمیتونه که موضوع ما رو حل بکنه. ممکنه مسکنی باشه ولی شما در نظر میگیرید که آب شیرین کن وقتی آب در واقع دستگاهایی هستن که نمک رو از دریا از آب دریا در واقع حذف میکنن به یه حدی میرسونن که حالا یا قابل شرب باشه در بهترین حالت یا به هر حال در مصارف کشاورزی و غیره بشه استفاده کرد. این آب شیرین شده یا آب نمک زدایی شده این باید منتقل بشه به جای دیگه. بسیار هزینه بره، بسیار کار سختی است و بسیار از نظر محیط زیستی کار میتونه کار درستی نباشه. اگر چاره ای نبود بله، ولی ما چاره داریم عرض میکنم. نکته ای که یکی از نکاتی که وجود داره در ارتباط با همین دستگاه این هستش که نمک به دست اومده رو باید چی کار کنیم؟ اگر رو زمین رها بکنن که خب تبدیل میشه به یک موضوع مخربی که منطقه رو ممکنه یک بخش رو تحت تاثیر قرار بده، حالا بسته به میزان نمکی که از که اونجا میذارن. اگه در آب حل بکنن که بعضی وقتا این یعنی بعضی از روش های این آب شیرین کن ها این هستش که در آب حل میکنن، در همون آب دریا، در خب این هم باز میزان شوری آب دریا رو میبره، برای آبزیان میتونه مضر باشه. این پدیده، این اتفاق در ایران مسئله کم آبی بسیار بسیار مدیریت ساده‌ای داره، البته در روی کاغذ در عمل دشواری های بسیار، اما باید نگاه کرد ببینیم گذشتگان ما چیکار کرده. مسئله مربوط به آبخانداری یک مسئله است که کلن در ایران به جدی قرار نمیگیره. ما بر اساس مطالعاتی که آقای دکتر آهنگ کوثر انجام داده ما میدونیم که بخش وسیعی از کشور ما قابلیت این رو داره که آب در زیر خودش ذخیره بکنه. در واقع آبرفت‌های درشت‌دانه‌ای وجود داره، میتونه آب رو سیلاب ها رو به خصوص که معمولا از دسترس خارج میشه رو میشه کنترل کرد. آقای دکتر کوثر در فسا این کار رو کرده و با موفقیت این کار انجام شده. ایشون مقاله های متعددی در این زمینه نوشته و معتقد هستش که میزان این سطح زیرزمینی یا این حجم زیرزمینی که میتونه آب رو در خودش ذخیره بکنه تقریبا 10 برابر حجم سدهای موجود امروز ماست. و خب این مقوله متاسفانه نمیشه و هیچ وقت حرف کارشناسای محیط زیست جدی گرفته نشد، کما اینکه میبینید الان به روزی افتاده که مسئله محیط زیست از سوی مقامات امنیتی و قضایی تبدیل میشه به یک مسئله امنیتی و حتی الان صحبت بر سر این هستش که مارمولک ها و خزندگانی که بسیار کار نرمالی هم از همه جای دنیا میکنن، نمونه برداری میکنن، دانشمندان با هم رد و بدل اطلاعات از این دست میکنن، اطلاعات علمی، این تبدیل شده به یک موضوعی که در واقع این دوستان و این کسانی که الان مدت هاست در حبس هستن رو نگه دارن به خاطر اینکه مثلا فرض کنید چند نفر کارشناس میخواستن، کارشناس فرنگی احتمالا میخواستن مارمولک از کشور خارج کنن، یا مثلا فرض کنید صحبت بر سر این هستش که قلاده های ردیاب که جی پی اس داره، چرا اینا جی پی اس گذاشتن؟ مثلا یوز پلنگ ترددش مشخص بشه، اصلا چیزی است که همه جای دنیا انجام میشه. چرا کامرا ترپ گذاشتن؟ کامرا ترپ دوربینایی است که اتوماتیک وقتی از جلوش رد میشین حساس هستش و عکس میگیره، معمولا برای کار حیات وحش از اینا استفاده میشه و با مجوز وارد و با مجوز و رفت نصب شده. میگن که اینا رو گذاشتن از سایت موشکی ما عکس برداری کنن. از اون حرفایی است که خب اگر این کار رو کردن شما اجازه دادید که اونجا سایت در واقع کامرا ترپ گذاشته، دوربین طلایی به فارسی بهش میگن، گذاشته بشه. سر خود که این کارو نکردن، با مجوز کردن. گفته شده آقای استاد دانشگاهی که مرحوم شدن در زندان، آقای کاووس سید امامی، ایشون
یکی از ماموران برجسته افسرهای اطلاعاتی رو اوبرده داخل مثلا منزلش اسکان. اصلا فرض میکنیم که این آقا این کارو کرده، حالا من که باور نمیکنم، اصلا باور کردنی نیست، فرض که میتونیم بکنیم، فرض بکنیم این آقا این کارو کرده، چه کسی اجازه داده که یه همچین آدم حالا اطلاعاتی یا خطرناک جاسوس هر چی اسمش هست وارد کشور بشه؟ خب اگر این آقایی که اینا ادعا میکنن افسر اطلاعات امریکاست وارد میشد و میرفت در هتل میخوابید، صاحب هتل رو میگرفتن مینداختن تو زندان. خب این از کجا میدونسته این آقا که چنین اتفاقی، چنین کسی هست؟ من باور نمیکنم، واقعا نمیتونم اصلا لحظه باور کنم که این حرفا درسته. ولی این در واقع بهانه ها، این تهمت زدن ها، این افتراها هیچ حاصلی نداره به جز اینکه اولا فعالان محیط زیست رو، اون بچه ها، اون دوستانی که اونجا هستن، آقای جوکار، خانومش، خانوم کاشانی، سام رجبی، امیر حسین خالقی، آقای طاهر قدیریان و یکی دو نفر دیگه، نیلوفر بیان، اینا خب بعد از این دیگه رو دل و دماغ کار کردن داره، یعنی که با عشق و علاقه کار میکردن دیگه تمام انگیزشون از دست میدن. یه چراغ در واقع قرمزی هست به سایر تشکل‌ها که اگر زیادی بخواید فعالیت بکنین شما رو هم بالاخره باهاتون برخورد میکنه. دیگه کسی نیست که بخواد، سازمان‌های دولتی، دستگاه دولتی هم تکلیفشون معلومه، واقعا تا حالا نتونستن چیزی رو برای ما حفظ کنن یا حداقل از نابودیش جلوگیری کنن. دیگه چیزی نمیمونه، کسی نمیمونه که بخوان یا بخواهند که کاری بکنن واقعا، یعنی برای اون مملکت بخوان کاری بکنن. من فکر میکنم یک اختیار جدی هستین به این اتفاق اخیر، چه به فعالان محیط زیست و چه به مردم، که تقریبا هیچ امیدی واقعا نباید داشت از این سیستم و از این شرایط که برای محیط زیست کشور، برای ریشگرها مثلا بیابی کاری بکنه. وقتی درها رو بسته، وقتی چشمش رو برای اطلاعات علمی میبنده، اون بهانه هایی که میارن راجب مسائل نمیدونم مارمولک ها و عرض کنم دوربین های تله‌ای و جی پی اس و قلاده هایی که به جانوران میبنده، تمام این اطلاعاتی که ادعا میکنن از ماهواره ها قابل دسترسی است. اطلاعات مربوط به انتقال آب، سایت های موشکی، اطلاعات مربوط به نارضایتی مردم در تمام وبسایت ها و رسانه ها وجود داره. چه احتیاجی نیست که این افراد بخوان چنین کارهایی بکنن؟ آقای سابق سابق، این که پاره میگن به این علت این مسائل رو امنیتی کردن که فعالان محیط زیست معمولا وقتی دنبال عواملی میگردن که باعث تخریب بافت زیست محیطی ایران شده، به سپاه پاسداران میرسن. یعنی عامل شماره یک تخریب و به ویژه بعد از سدسازی هایی که در طی این سالها صورت گرفته یا اقدامات دیگری که متاسفانه منجر به پدید آمدن وضعیت موجود شد. به شما گفتم، داشتم گفتگو میکردم با یکی از معروفترین شخصیت هایی که تو کار گل و همینطور تولید گلاب اینا احتیاج داشتن به این که بخشی از کشت خودشون رو اختصاص بدن به کاشت نعنا. نعنا آب زیاد احتیاج داره، در نتیجه اینا باید زمینی پیدا میکردن که آب روش سوار باشه. متوجه شدن در ایران هیچ زمینی نیست که آب روش سوار بشه و سپاه برش نظارت داشته باشه. در نتیجه ناشار شدن در بیرون از ایران زمین خریداری بکنن یا اجاره بکنن و در اونجا به نعنا کشت کنن. ببخشید، بفرمایید. خواهش میکنم. این میتونه درست باشه در ارتباط با کسانی که در زمینه مسائل مربوط به آب فعال هستن، از جمله آقای دکتر کاوه مدنی که ایشون هم گرفتن، که اگر خاطرتون بیاد ما درباره ایشون و عملکردشون هم یه انتقادایی من داشتم، صحبت کردیم با هم، ولی ایشون به هر حال شخصیت علمی، آدم متخصصی در زمینه کار خودش، و رفتن بهش پیشنهاد دادن بیا بشه معاون رئیس، معاون سازمان محیط زیست. در واقع ایشون میشه معاون رئیس جمهور. یعنی توی چارت نگاه کنیم بعد از رئیس جمهور معاونش مثلا رئیس سازمان محیط زیست، ایشون معاون رئیس سازمان محیط زیست. از انگلیس رفتن به ایران نیست آقای مدنی؟ بله بله، ایشون استاد دانشگاه امپریال کالج بود و از اونجا برحال داشت ترقی میکرد، پیشرفت میکرد. چندان که خودش مصاحبه کرده با همه فک و فامیل و قوم و خویش و پدر و مادر و دوستان و آشنایان همه
گفتن بر نگرد ایران. من گفتم نه، من میخوام برگردم و کشورم خدمت کنم و از این حرفایی که برحال که من همون موقع گفتم به دوستانی هم گفتم، گفتم مثلا در سیستم شما باید رنگ اون سیستم بشین، یک نفر با یه گل بهار نمیاد و باور کردنی نیست. من متهم میشم اینجا که این پیشبینی رو میکنم و این حرف رو میزنم، متهم میشم به این که منفی نگاه میکنم و به هر حال نمیخوام کشور مثلا و از متخصصین بهره مند بشه از این حرفای بی ربطی که آدم ها گاهی میزنن که هیچ بنیادی نداره. خب الان میبینیم ایشون رو گرفتن، اول گرفتن بردنش، بعد اومد یه ویدیو گذاشت گفتش که من نه به اینترنت، من به اینستاگرام و نمیدونم توییتر و تلگرام و فلان دسترسی ندارم. خیلی هم نام خوب و محکم و اینایی گذاشت. فرداش خبر اومد که اون رو در اتاقش ضبط کرده بود با حضور ماموران امنیتی. حالا من نمیدونم واقعا این بوده یا نبوده، این اخباری است که میاد، انقدر اخبار زد و نقیزه، انقدر اتفاقات عجیبی میفته که شوکه کننده است. شما هنوز از شوک اول بیرون نیومدید، شوک بعدی بارد. ایشون بالاخره چه سرنوشتی پیدا کرده آقای مدنی؟ هنوز معلوم نیست، من اصلا نمیدونم ایشون بیرونه نیست. من شنیدم از دوستانی که در ایران بودن، شنیدم که اصلا اومدن کامپیوترش رو همه تشکیلاتش هم برداشتن بردنش به دست. ایشون رو با تبل و دهل وارد ایران کردن. بله. استقبال کردن ازش. به هر حال یکی از شخصیت‌های برجسته محیط زیستی دنیاست، کارشناس بزرگیست، استاد دانشگاه است، خیلی موفق بوده در خارج از ایران. رفته به منبعش خدمت بکنه، اینم شد معاون آقای کلانتری دیگه نیست؟ بله بله، شما معاون آقای کلانتری. بله. خب خیلی کسان دیگه هم با تبل و دهل وارد شدن از اول انقلاب. شما نگاه کنید اون عکس معروف آیت الله خمینی رو که اون خلبان ایر فرانس دستشو گرفت داره میاد پایین، هیچ کی اون پشت سرش دیگه الان زنده نیست تقریبا. همه مردن. خیلی ها رو با ساز و دهل و با استقبال ویژه دنبالشون اومدن، ولی خب بعد که دیدیم چه اتفاقی افتاد، چه بلایی سرشون افتاد اومد. دوستان معتقدن به دلیل اینکه محیط زیست حوزه سیاست نیست، حوزه کم خطری است، میشود رفت کار کرد. آقای مدنی اخیراً من یک سخنرانی ازش دیدم در نشست مدیریت شهری، بسیار سخنرانی میشه گفت جالب توجهی بود، برای اینکه حتی مقامات رو هم متهم میکرد به اینکه وضعیت محیط زیست ما و وضعیت کشور اگه این هست هم تقصیر مردمه و هم تقصیر مسئولان. البته حرف بی ربطی هم نیست، بسیار حرف به جاییست، اما اینو وقتی معاون رئیس جمهور میگه دیگه یه مقدار خارج از عرفه. من نمیدونم، هیچ اطلاعی هم به دست نیاوردم و ندارم، هر چقدرم گشتم چیزی پیدا نکردم که دلیل دستگیری ایشون آیا سخنرانی‌های تندی بوده که انجام داده یا چیزی در ارتباط با مسئله آب. البته در این حرفایی که مقامات قضایی میزنن هر از گاهی میگن که یک سری از اطلاعات مربوط به آب و مدیریت آب و انتقال آب به بیرون درز کرده که این میتونه به نوعی ربط داشته باشه با موضوع آقای کاوه، چون تخصص آقای دکتر مدنی این هست، ولی این اتفاقات هیچ انگیزه ای نمیذاره که حتی ایرانیان تحصیل کرده در خارج وارد کشور بشن و بخوان کاری بکنن. واقعا دردآوره و جز تأسف هیچ کلمه دیگه نمیشه در توصیف این ماجرا به کار بود. از زبانی که این خبر مربوط به آلودگی شدید هوای خوزستان منتشر شده، من عکس العمل حادی از سوی هیئت حاکمه ندیدم که مثلا یه نوع دلواپسی یا دلشورگی از خودشون نشون بدن و بگن خیلی علاقمند و راغب هستیم که مشکل رو حل کنیم. شما که کارتون اینه، چی دریافتتون شده تا این لحظه؟ تا این لحظه ای که ما داریم صحبت میکنیم هیچی، یعنی هیچ واکنشی نه، هیچی. من هرچی گشتم، منم مثل شما تا این لحظه، حالا ممکنه بعد از این مثلا یک موضوعی بگن یا یک اقدام یا یک چیزی، تا این لحظه من هیچ چیزی ندیدم که بخوان کاری بکنن. تعداد مدارس 27 شهرستان اعلام شده که تعطیل خواهد شد به خاطر این مسئله ریزگردها، ولی واقعیتش اینه که محل مسئله ریزگردها بسیار پیچیده است، به این راحتی نیست، زمان هم میبره. ولی امکانش رو من فکر میکنم که این شرایط و این سیستم که با مشکلات بسیار زیادی دست پنجه نرم میکنه داشته باشه که بتونه که این کاری بکنه. حتی اگه بخوادم من بعید میدونم بتونه کاری بکنه.
شما ببینید الان در حقوق بازنشستگان، حقوق کارگران، حقوق صندوق‌های بازنشستگی و خیلی کسان دیگر، کارگران این موندن در پرداخت حقوق، در اجرای قوانین که خودشون تصمیم کردن، برنامه ششم توسعه، در اجرای بندهای اون موندن، نتونستن انجام بدن، بندهایی که هزینه چندانی نداره. در واقع مملکت تقریبا اگر نگیم 100%، ولی تقریبا برشکسته است، پول دیگه نمونده و بعد با سرعت وحشتناک اینجور که من متوجه شدم پولها داره خارج میشه. 300 صرافی رو من شنیدم چند وقت پیش که دراشون رو بستن و اصلا اجازه نمیدن که مبادلات ارزی انجام بشه. وضعیت وحشتناک از نظر اقتصادی و در چنین شرایطی وقتی شما بخواید مسئله ریزگرد رو حل کنید، بی تردید به منابع مالی احتیاج دارید و پول هم نیست. یعنی حتی اگر هم بخوان، امکان این که بخوان تغییری ایجاد بکنن نیست دیگه. به همین جوری به نظر میاد رها کردن تا ببینن چه خواهد شد. آخرین سوالم اینه آقای خسیفر، احتمال میدید که یک روزی چهران سرنوشت خوزستان رو پیدا کنه؟ شما 3-4 سال پیش اگر اخبار رو یادتون بیاد، در آسمان تهران در روز تیره و تار شد به دلیل اینکه ریزگردهای محلی که ظاهرا از جنوب تهران بودن، کل تهران رو در بر گرفتن، مثل یک پتوی سیاه تهران رو در بر گرفت. این اتفاق برای تهران هم میفته و افتاده و خواهد افتاد بدتر از قبل. هیچ بعید نیست که تمام کشور، یعنی بخش عمده ای از عرصه های کش مسکونی ایران دچار وضعیتی بشه که خوزستان امروز دچارش هست. شدت و ضعف داره ولی حتما این اتفاق میفته. میزان ریزگردها حتی به شمال ایران با اون رطوبت رسیده. دوستانی برای من عکسای فرستادن از میزان گرد و خاکی که روی برگ درختان و برگ گلها نشسته بود. این موضوع مال مثلا 3-4 سال پیشه. بحث خشکسالی فقط بحث نبود آب نیست، بحث مهاجرت انسانها رو پیش میاره، بحث نابودی زمینها و عرصه های زیستی رو پیش میاره و باعث انهدام و نابودی تمدن میشه. متاسفانه ما داریم به اون سمت به سرعت خیلی زیاد و با شتاب زیاد داریم پیش میریم. تشکر میکنم آقای سامی خسروی فرد عزیز، تشکر از سپهر خسروی همینان. امیدوارم به عنوان شهروند ایرانی از این لحظه سرنوشت ایران رو در دستور کار خودتون قرار بدید. یکی از 80 میلیونی که باید کاری برای ایران انجام بده، باید امید رو برگرفت از کسانی که امروز خودشون رو به عنوان مدیران مملکت معرفی میکنن. تو این 40 سال هیچ کاری برای ایران کسی انجام نداده، بلکه همه سعی کردن چیزی از تن ایران بکنن.